یعنی عشق، یعنی جان، یعنی خرد. عیسی آن است که دل را میبرد. عیسی یعنی نور، یعنی رهنما، جایگاهش تا قیامت در سما. عیسی یعنی دکتر درد و دوا، اوست بر هر درد بی درمان شفا. عیسی آن بود که عشق آغاز کرد، او که با رفتن بهشت را باز کرد. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، چه عزیزانی که از شبکه یک شاهد برنامه امید جاودان هستید و این نظر لطف شما بوده که ما اینک میهمان منازل شما باشیم، و چه عزیزانی که لطف میکنید ما رو روی فیسبوک پیگیری میکنید. خواهش میکنم که اگر روی فیسبوک هستید شیر کنید با دوستانتون، این برنامه رو بتونید شریک کنید که آنچه که از کلام خداوند هست باعث برکت بشه و آنچه را که از اخبار روز هست نیز به اونها آگاهی رو برسونه. با درود آغاز میکنیم، چرا که میدانیم که درود نیز در مسیر سلامتی و قوت برای ایرانی ها از ابتدا بوده، از ابتدا از این واژه استفاده شده. خب خیلی از عزیزان هستن روی عادت و یا روی اینکه خب میدانن که برفرض در این جمله که میگن سلام سلامتی میاره، از سلام استفاده میکنم. از زمانی که با واژه درود آشنایی بیشتری پیدا کردم و از زمانی که معنای بهتری برای من نسبت به سلام داره، من بیشتر برنامه هامو با درود شروع کردم، حتی تو کلیسا و حتی به فرزندان خودم یاد دادم که از کلمه واژه درود استفاده کنم. معلمی هستش که در این رابطه داره با شاگردان خودش صحبت میکنه. خیلی معلم رو نمیشناسم ولی مشخص هست که آگاهی خوبی نسبت به این واژه داره. از همین ابتدا خواهش میکنم با ما باشید، بریم با همدیگه این کلیپ رو که در رابطه با درود صحبت میکنه ببینیم، بدونیم چرا از این واژه باید استفاده کنیم. ماها که ایرانی هستیم چرا باید بگیم درود؟ درود بر شما. بزن. به خانه خودتان خوش آمدید، و اگر خانه کوچک هست اما قلب ما به وسط ایران فرهنگی برای مهر جان میتبه و شما رو پذیراستیم در اینجا. خوش میانم که یاد داشتون حاضر کنید که درس من از همین لحظه آغاز میشه، بلکه آغازم شده بود و شما توجه نکردید. حاضر باشید. نخستین واژه‌ای که من به کار بردم واژه درود بود که خوشبختانه چندیس ایرانیان به کار میگیرن و سرآغاز اونم از همین بنیاد نیشابور بوده. حالا این واژه در اوستا بوده، رعبت رعبت یعنی تندرستی، و در پهلوی شده درود،
و در زبان فارسی به درود که امروز میگیم درود. حالا اگر این یه میانون بگیره به خودش، فرض کنید که یک واژه داریم کارت، این ر میانون به اینجا اگر از بین بره میشه کارت، یعنی قطع کردن. کار کارت چیه؟ قطع کردن و بریدن دیگه. این میانون اینجا به خودش بگیره سین، این میشه درست. در خراسان میگن درست دارم. میبینید که مفهوم رو با خودش هم کرده. خب این واژه در دو و ره وقتی که با هم سریع تلفظ میشه تغییر پیدا میکنه. شما بگید درست، میبینید که دو و ره کجا خواستگاهش هست. دو مرتبه درست بگید درست. حالا بگید جوست، جوست. نگاه کنید یه جای دو و ره رو میگیره، پس این تبدیل میشه به جوست. جوست در زبان فرانسه یعنی درست. و این ج میتونه تبدیل بشه به ج، میشه جاست در زبان انگلیسی یعنی درست. نمیدونم شما کسی رو دیدید که روسی صحبت کنه یا نه، یا آشنا باشین با زبان روسی. وقتی که به هم حال به اصطلاح درود بگن میگن ایز دراستیتی، یعنی درست تبدیل میشه به دراست. بنابراین میبینی ریشه همه این زبان ها در ارسطوست، چیزی که اروپایی ها نمیگن، یعنی پنهان میکنن، به گونه دیگه وانمود میکنن. اونا اگر ازشون بپرسی که این جاست از کجا اومده، اونا میگن مثلا از یونان اومده یا از مثلا لاتین گرفته شده. علم به دروغ در اروپا داره خودشو اینطور گول میزنه. پس با درودی مجدد خدمت هموطنان عزیزمون، این تعریف زیبا رو از درود از این معلم عزیز شنیدیم و چه بسیار زیباست. حتما وقتی میگید سلام گناه نخواهید کرد، اما چقدر زیبا هستش که به عنوان یک ایرانی بپذیریم آنچه را که میتونه بهتر باشه ازش استفاده بکنیم در این مسیر. مدتی هستش که شبکه امید جاودان و همچنین کلیسای پرستان مسیح که بنیانگذارش من و عزیزانی هستن که کنار من هستن، با هدایت خدا تصمیم گرفتیم که بتوانیم کمپینی رو داشته باشیم در رابطه با خدا محبت هستش. قبلا هم عرض کردیم دو هدف رو ما اینجا پیگیری میکنیم نسبت به اینکه خدا محبت هست. این هستش که یک، اعلام کنیم آنانی که بر حسب ناآگاهی و نادانی، مذهبیونی که با بیخردی به نام خدا ظلم و ستم کردن، به طور خاص در طول این 40 سال به مردم ایران بگیم عزیزان آنچه را که این 40 سال انجام داد از چشم خدا نبینید، چون خدا محبت، ذات خدا محبت هستش، همون گونه که تو هموطن عزیزم میل به مهربانی و محبت داریم، ذات خدا چقدر بیشتر نیز در محبت هستش. پس یکی از دلایل این هست. دلیل دیگه این هستش که ما که به عنوان ایمانداران مسیح که بسیار هستیم، خدا رو شکر قبلا عرض کردم خدمتتون، به ندرت کشور آزادی رو شما میتونید پیدا کنید که درش کلیساهای فارسی زبان نباشه. برای مثال همین لس آنجلس تا سال قبل تصورم بر این هست که 14 تا کلیسای فارس زبان فقط توی لس آنجلس بود و در تمام ایالت‌های آمریکا هست، در تمام شهرها هست، در تمام کشورهای اروپایی آزاد نیز ما کلیساهای فارسی زبان داریم و بیشمار ایرانی‌هایی که به فیض خداوند با انتخاب خودشون، با تحقیقات خودشون، با ملاقاتی که با عیسی مسیح داشتن، با شفاهایی که گرفتن، با تراپیایی که در حضور خدا گرفتن، با آرامشی که از خداوند گرفتن، اینا نیز به مسیح ایمان آوردن. هیچ جبری پشتش نبوده، هیچ جنگی نبوده عزیزان، بلکه فقط و فقط این محبت خدا و تشنگی ایرانیایی بوده که به مسیح ایمان آوردن.
پس میخوایم بگیم ما ایمانداران به مسیح در هر کجای جهان که هستیم، به طور خاص هموطنان عزیز ما که در ایران هستید، ما کنار مردم ستم دیده هستیم، ما از اونها جدا نیستیم. درسته که به هیچ وجه کلام خداوند، انجیل مسیح و کل کتاب مقدس ما رو تشویق نمی کنه که حکومتی به نام حکومت مسیحی داشته باشیم. اگر ما کنجکاوی کنیم میبینیم عیسی مسیح اولین سکولاریزمی هستش که داره تعلیم میده که مذهب دین از سیاست جداست، چرا که بارها مسیح رو مردم سعی میکنن که در منصب پادشاهی قرارش بدن، ولی میگه عیسی مسیح از اونجا گریخت و فرار میکرد، چرا که پادشاهی او پادشاهی قلبی هست عزیزان، نه پادشاهی که بر روی زمین بخواد پادشاهی، هرچند بهترین تفکر، حکمت و قوت در او هستش، اما خداوند انسان را آزاد آفریده، این رأی را به انسان داده. در ابتدا کتاب مقدس، کتاب خروج، ما شاهد بر این هستیم که بعد از اینکه قوم اسرائیل از مصر رهایی پیدا میکنن، یک دوره بود به نام دوره داوران، که در اون دوره داوران میگه خداوند بود که به توسط داوران آنچه را که ضرورت یک زندگی سالم در مسیر انصاف و عدالت بود، خداوند افراد را تعلیم میداد. اما بعد از اون که رأی مردم اسرائیل بر این شد که پادشاه داشته باشند، خداوند نیز با اونها مخالفت نکرد، حتی این خدا بود که اولین پادشاه، دومین پادشاه و سومین رو همینطور خود خداوند نیز انتخاب میکنه. پس خدا مخالف این نیستش که ما رأی خودمون رو داشته باشیم، اما بهترین پیشنهاد رو برای زندگی خوب به ما خواهد داد. از این رو ما اعلام میکنیم که خدا محبت هستش عزیزان، بس بهتر هست که اعمال و رفتار افراد ظالم رو به حساب خدا نذاریم. عذر میخوام، ببخشید، بیخردی خودمون رو به حساب خدا نگذاریم. ما نه تنها تصمیم گرفتیم که بر دیوارهای شهرهای ایران بنویسیم خدا محبت هست، بلکه تصمیم جدی داریم که بر دیوارهای مساجد و مراکز اسلامی، هموطنان ما که به مسیح ایمان دارید، بنویسید خدا محبت هستش. و اگر کسی از شما سوال کرد چگونه شما به این نتیجه رسیدید، انجیل عیسی مسیح رو ای هموطنان عزیز به آنانی که مشتاق شناخت خدای حقیقی هستند نیز هدیه کنید. و در انجیل اول یوحنا باب 4 آیه 8 اعلام میکنه خدا محبت است. در انجیل یوحنا 3:16 چقدر زیبا میگه، میگه خدا آنقدر جهان رو، یعنی همه رو با هر باوری، آنقدر جهان رو دوست داشت که یگانه پسر خودش رو، یه دونه بیشتر نداشتش، یه دونه رو فقط داشت، یگانه پسر خود رو داد تا هر کس ایمان بیاورد به این محبت خدا هرگز هلاک نشود بلکه حیات جاوید رو داشته باشه. با هم بریم، کلیپ های بسیاری برای ما فرستادن، عکس های بسیاری فرستادن، خیلی از هموطنان عزیز نیز لطف کردن برای ما عکس هایی رو فرستادن از اینستاگرام، از تلگرام، از فیسبوک، که اونها نیز تیتر اول صفحه خودشون رو به نام خدا محبت هست نوشتن، اما به خاطر امنیت جانی عزیزان اونها رو ما نشون نمیدیم، ولی بسیار زیباست که شما نیز روی اینستاگرام، روی تلگرام و همچنین روی فیسبوکتون بنویسید خدا محبت است. چگونه هستش که امروز برای مقابله با نظام اسلامی ما میبینیم که شما هموطن عزیزم دلیرانه دست به کارهای بزرگی میزنید. این نیز یکی از کارهای بزرگ هست که درش هدفمندی قرار گرفته، یعنی ما یک هدفی رو داریم ادامه میدیم که در این مسیر هدف خدا محبت هست. امروز خدا محبت بود، دیروز برای ما خدا محبت هست، در آینده. بریم با همین کلیپ رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. خدا محبت است، ورزشگاه دیوار نوشته شده خدا محبت است. فیلم رو میگیرم با تلویزیون امید جاودان.
اینجا حسینی است، روی دیوار نوشته شده خدا محبت است. این کلیپ رو میگیرم برای تلویزیون امید جاودان. اینجا مسجد پایگاه بسیجه، اینجا نوشته شده خدا محبت است. این کلیپ رو میگیرم برای تلویزیون امید جاودان. براندازم بر ابلیس، آن ارباب جنگ و مرگ و پیرانی. منم شیدای آزادی، همان روح رهایی بخش انسانی. براندازم یغما بردی از سفره نانم را، گرفتی جان پرشور جوانم را، شکستی هم قلم هم استخوانم را، ندیدی خشم سرخ ناگهانم را. براندازم براندازم پایانی من آغازم آغازم من ایران را به دشت جان تکرار ذلت بار بی حاصل، همان موجی که میکوبد پیدا پی مشت بر آرامش ساحل. براندازم براندازم تو پایانی من آوازم من آوازم من ایران را به خشت جان دوباره باز میسازم. خودم میسازم از نو سر نوشتم را، خودم باید بچینم کار و کشتم را. جهنم ساختی از روزگار من، خودم پیدا کنم راه بهشتم را. آمین آمین که با فیض خداوند سرنگونی این نظام اسلامی رو همه خواهیم دید و ایمان داریم که اگر این اتحاد و یکدلی بین ما باشه، شاهد این اتفاق زیبا هرچه زودتر خواهیم بود. از ایماندارای مسیح خواهش میکنم برای سرنگونی این نظام اسلامی دعا کنیم، چرا که این رو میدونیم در نام عیسی مسیح قدرت بسیار هست. برای اپوزیسیونی که برابر و مخالف این نظام اسلامی هستند، برای تمام اپوزیسیون لطفاً دعا بکنیم که عزیزان ما نیز خسته خاطر نشن، عزیزان ما نیز ناامید نشن، بلکه بتونن در یکدلی در کنار هم بایستن و با فیض خداوند شاهد سرنگونی این نظام باشیم. نظامی که مدام در تفکر این بودش که فقط به خودش و زندگی خودش و شرایط مالی خودشون نگاه کنن، از شخص خود خامنه ای گرفته که بالای 100 میلیارد دلار درآمد در از ثروتش هستش و پله به پله افراد حالا به عنوان معاون، به عنوان نمایندگان مجلس، به عنوان رئیس جمهور، تمام این دولتمندان جایگاهی رو برای خودشون ایجاد کردن و میبینیم که در طول این 40 سال هیچ تجربه و هیچ سابقه نسبت به موقعیت درآمدی این اکثر این افراد نداشتن، زندگی بسیار معمولی داشتن. به طور خاص آخوندها که اون درآمد رو نداشتن که ما بگیم درآمد آنچنانی
آخوندها داشتن، اما الان فرزندان آنان را که ما متاسفانه خودمونم اعلام میکنیم آقازاده، و این اشتباه است. همون گونه که چقدر خوبه که به جای سلام بگیم درود، خواهش میکنم به جای آقازاده بگید ظالم زاده، چون اسم آقا بسیار محترم هستش. اکثر آذریای عزیزمون به پدر میگن آقا، خود منم به پدرم همیشه آقا میگفتم، یعنی شخصی که مرا محبت میکنه، شخصی که نیز سرور من هست، شخصی که برای من مورد احترام هست، دلسوز من هست. حالا چگونه هستش که ما به این ظالم زاده ها باید بگیم آقا زاده؟ خواهش میکنم این رو به عنوان یک توهین ندونید، این یک واقعیت هست. چطور میگید خامنه‌ای دیکتاتوره؟ خب این واقعیت دیگه. خب این فرزندان این افراد که نیز توی دنیا پراکنده شدن و در همین آمریکا حتما میدونید که دارایی فقط نقدینه اینها توی بانک ها وقتی محاسبه کردن حدود 148 میلیارد دلار هستش. پس اینها این پولا رو از کجا آوردن؟ با رنج و زحمتی که نبوده، نه پدرشون و نه خودشون. پس بنابراین با ظلم و ستمی بوده که متاسفانه به ملت ما روا کردن و بیشتر در افکار مردم ما متاسفانه ایجاد فقر رو آوردن، که به یک جمله عذر میخوام میشه جهل رو به جای خرد در ذهنیت مردم ما قرار دادن و مردم ما رو بگذاریم از 1400 سال در طول این 40 سال به طور خاص تحت استعمار خودشون قرار دادن. عیسی مسیح نیز این هوشیاری رو به ما میده نسبت به مردمانی که ادعا میکنن که خدا دوستن، خداشناس هستن، ولی با فریب دیگران اونها رو استعمار میکنن، فکرشون رو استعمار میکنن، و وقتی فکر استعمار شد به راحتی موقعیت مالی اون افراد نیز تحت استعمار قرار خواهد گرفتش. در انجیل متی باب 23 از آیه 13 از کتاب شریف براتون میخونم، اعلام میکنه، داره صحبت میکنه از کسایی که مانند این آخوندها که حتما خیلی بهتر از آخوندهای امروز ما بودن، چون که آخوندهای ما واقعا ظالم هستن، اما اینها نسبت به کلام خدا، اون آگاهی و دانش که داشتن، ریا میکردن. یعنی اون گونه که باید عمل میکردن عمل نمیکردن، فقط تعلیم میدادن. اعلام میکنه وای بر شما ای علما و فریسیان ریاکار. واقعا وقتی میگه علما، اونها دانش رو داشتن، مانند آخوندا نیستن. لطفا به آخوندا علما نگید، چون 40 سال تجربه نشون داده که اینها هیچ آگاهی نداشتن، فقط آسیب زدن به کشور ما. پس از واژه علما استفاده نکنیم. حدود 100 خورده ای هست که آخوندها از واژه روحانی استفاده میکنن. واژه روحانی از کتاب مقدس گرفته شده، از انجیل مسیح گرفته شده، چرا که در انجیل مسیح اعلام میکنه که میباید شخصی که به مسیح ایمان میآورد مدام از روح خدا پر بشه. پس این روحانی رو از اونجا گرفتن، و اما اینا روحانی هم نیستن. اگر روحانی بودن که اینقدر ثروت جمع‌آوری نمی‌کردن برای خودشون، بس اینا بیشتر مادی هستن و بیشتر در مسیری هستن که خودکامگی‌های خودشون هست. پس اینو حقیقتاً ما باید نسبت بدیم به همون فریسیان، مردانی که در اون زمان خادمین خدا بودن و دانش داشتن به کلام خدا، اما آنچرا که باور داشتن و آنچرا که اعلام میکردن فقط بهش یا نمیتوانستن یا عمل نمیکردن. ولی امروز ما میخواییم یه نگاهی داشته باشیم نسبت به آخوندهایی که هستن، از آخوند خامنه‌ای گرفته یا خمینی گرفته و بقیه آخوندها. میگه وای بر شما ای علما و فریسیان ریاکار، شما درهای پادشاهی آسمان را بر روی مردم میبندید. دقیقا ما شاهد هستیم همین کار رو آخوندها میکنن با جهل و خرافات، و شاهد بر این هستیم که دست به چنون رفتاری میزنن. به زور میگن باید زنها محجب باشن. خب البته به زور که میگن،
به نوعی حق دارن، چون این قانون اسلامه که داره این رو میآموزه. خب آخونده بهتر از یک شخصی که مسلمونه آگاهی دارن دیگه، پس اون داره قانون میگه. ولی نسبت به خدا خیر، خدا چه این چیزی رو نمیخواد. نسبت به این که میاد میگه نباید برقصید، خب نسبت به اسلام درست داره میگه، اگه تعصباتو بذاریم کنار. اما نسبت به خدای محبت خیر، چرا که ما در مزمور 149 و مزمور 150 میتونید مراجعه بفرمایید، کلام خدا اونجا اعلام میکنه که در حضور خدا به شادی بیا، با تمام اون آلات های موزیک هر چی هست همه رو اعلام میکنه، که با دف باشی، با سازهای زهی باشی، با سازهای نهی نیست، خدا رو بپرست. و میگه با دست و با رقص، حتی داوود پادشاه نیز در کلام خداوند میگه وقتی که به حضور خدا داشت میرفت به خانه خدا، میگه در روز عید میرقصید، طوری که زن او به او خورده گرفت و گفت تو چرا داری چنین عمل میکنی به عنوان یک پادشاه، ولی در حضور خدا میرقصیدش. پس رقص از طرف خدا، از نظر خدای محبت، گناه نیست، اتفاقا ما رو تشویق میکنه. برای همین هستش شما ببینید کودکانی که به دنیا میان، نوزادها، همون ابتدا وقتی موزیک میزنه داره یه خوش تکون میده، یه خب بزرگتر میشه میبینید داره با اون آهنگ میخواد برقصه. در ذات ما هست، همون گونه که در ذات ما عشق و محبت هست، عدالت و انصاف هست، آزادی هست. اما شیطان همیشه بر علیه اهداف خدا بوده در ما. حالا هر چیزی، خدا سلامتی بر ما میخواد، شیطان سلامتی رو نمیخواد. خدا آرامش میخواد، شیطان آرامش رو نمیخواد. خدا شادی رو میخواد. فیلیپیان 4:4 نامه ای هست که در انجیل مسیح اعلام میکنه، شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید در ثروت، در قدرت، در مقام، نه، میگه در خداوند. یعنی شادی رو از خدا باید ما بگیریم. پس خدا شادی رو دوست داره. از این رو هستش که ما میبینیم که متاسفانه آخوندها و نظام اسلامی و حتی خود اسلام به نوعی با این قصه جنگیده. رجوع کنیم به پدر بزرگ و مادر بزرگ هامون، اونا بهتر میتونن بگن که یه روزگاری حتی میگفتن این تلویزیون گناه داره، ساز گناه داره. خب اونا نمیدونستن. علت این که اونا نمیدونستن به خاطر این که آخوندها افکار اون عزیزان ما رو تحت استعمار فکری مذهب خودشون و ایدئولوژی اسلام قرار داده بودن. و میخوانیم، اعلام میکنه، آسمان را بر روی مردم میبندند، خودتان را خودتان وارد نمیشوید، یعنی وارد بهشت، ملکوت خدا، در حضور خدا، و دیگران را هم میخواهند وارد شوند باز میدارید، یعنی مانع اونها میشید. و میبینیم که متاسفانه در طول این در اصل 40 سال این گونه بوده. به نظر من، خیلی با من مخالف هستم، به نظر من اگر الان ما در طول این 40 سال ما نظامی به نام نظام محمد رضا شاه رو داشتیم و میرسید به رضا شاه دوم، شاهزاده رضا پهلوی، اگر به ایشون میرسید نظام و تو همون روال دموکراسی که در اون زمان بود قرار داشت، عزیزان، من نمیخوام البته بگم عزیزان در اون دوران هیچ مشکلی نبوده، حتما مشکلاتی هم بوده، اما اگر ما حتی در اون دوران بودیم، به نظر من خیلی از مردم ایران به مسیح ایمان می آوردن، انجیل رو می خوندن، مطالعه می کردن، و اون آزادی بود که اینها برن کتابایی رو مطالعه کنن و این ایمان رو بیارن. اما از آنجایی که نظام در مسیری قرار گرفتش که کاملا این بختک مذهب روش قرار گرفت، این بختک مذهب اجازه نداد که حتی یک نفوذ کمی از نور رو مردم ببینن. پس با باورها و خرافاتهای اسلامی، عذر میخوام، مردم ما بیشتر هلاک شدن، بیشتر گرفتار شدن، بیشتر خرافاتی تر شدن. از این رو هستش که در طول این 40 سال نظام اسلامی ما شاهد هستیم که امامزاده ها چندین برابر شدن، خرافات چقدر زیاد شد در بین ایرانی ها، و چگونه متاسفانه زندگی اونها در مسیر بیبرکتی قرار گرفت. پس کلام خود عیسی مسیح هم داره همین رو اعلام میکنه نسبت به فریسیای اون زمان، و ادامه میده. وی بر شما، بذار دوباره از اول از این قسمت میخونم، که اعلام میکنه خودتان وارد نمیشید و دیگران را هم که میخواهند وارد شوند باز میدارید. وی بر
شما ای علما، وای بر شما ای علما و فریسیان ریاکار، شما مال بیوه زنها را میبرید و حال آنکه محض خودنمایی نماز خود را طولانی میدهید. دقیقا مثل این آخوندها، نمازشون رو میخونن جلوی مردم ولی از طرفی نیز دارن اختلاس میکنن، از طرفی دزدی ها کردن در طول این 40 سال. ما شاهد بر همین چیزهایی هست که داریم میبینیم دیگه، که این ظالم زادگان که به نوعی آقازاده میگن، هنوز نگید آقازاده، خواهش میکنم، خواهش میکنم، اگه لازم هست یه کمپین بذاریم که دیگه این آقازاده رو بردنیم بگیم ظالم زاده، رو فیسبوک ها بنویسید ظالم زاده، روی اینستاگرام بگید ظالم زاده، از تمام مجریان، از تمام اپوزیسیون خواهش میکنم یک واژه درست بذارید، واژه اشتباه نذاریم. حتی این نیز از اون سناریوهای خود جمهوری اسلامی هستش، مواظب سناریوهای جمهوری اسلامی باشیم، تعلیمات جمهوری اسلامی باشیم. همون قصه ای هست که میبینیم از اسلام آمده، این سید احترام بذاریم، فقط چیه؟ سید هستش، بدون که شناختی، بدون که عاشق طرف باشیم، باید یه احترام بذاریم به هم، باید همیشه احترام بذاریم، نه این تبعیضه عزیزان. پس لطفا این واژه آقازاده رو تبدیل به واژه درست ظالم زاده بکنیم و این رو روی فیسبوک، روی گفتارمون بگیم. و اینجا نیز داره در از همینه میگه وای بر شما ای علما، وای بر شما ای آخوندا و فریسیان ریاکار، ای ملاها، شما مال بیوه زنها را میبرید، شما اموال و شما برکت و شما منابع و شما معادن کشور عزیز ما رو به دزدی بردید، طوری که شهرهای ما همچون مثل خرمشهر، آبادان، جنوب تهران، شمال ایران، همه جایگاه‌های ایران رو شماها در فقر قرار دادید و حال آنکه محض خودنمایی نماز خود را طول می‌دهید. این کلام خداست، من دارم می‌خونم عزیزان، چیزی نیستش که من از خودم بخوام بگم. و اعلام می‌کنه به این جهت شما شدیدترین کیفرها را خواهید دید، یعنی مجازات خواهید شد. الان ما در دورانی هستیم که به راحتی آخوندها میتونن توبه کنن، این لباس ریاکاری رو از تنشون در بیارن، پاسدارها و بسیجی ها توبه کنن، این لباس که ادعا میکنن با این لباس دارن مردم رو خدمت میکنن اما خدمت نمیکنن، هرچند در بینشون هستن عزیزانی که با تمام وجود مردم رو دوست دارن و دستشون رو آلوده به خون این مردم بیگناه نکردن، اما تا زمانی که کنار اونها هستید با اونها هستید. پس زمانش شده که شما نیز توبه کنید و با توبه، هم آخوندها توبه کنند، هم پاسدارها، هم بسیجیها توبه کنند و از آنچه را که به عنوان چاله‌های هلاکت در نظام اسلامی بر علیه دولت ایجاد کردند دور شد، تا مشخص بشه که دشمنان مردم ایران چه کسایی هستند. باز در ادامه آیات اعلام میکنه وای بر شما ای علما و فریسیان ریاکار، من میگم آخوندها، شما دریا و خشکی را طی میکنید تا کسی را پیدا کنید که دین شما را بپذیرد. و داریم میبینیم که نظام اسلامی با زور، با ریشخند کردن، با پول دادن به خیلی از کشورهای اسلامی و حتی به خیلی از کشورهای مسیحی، شما توی آمریکای لاتین میبینید که جمهوری اسلامی چقدر سرمایه گذاری کرده تا مسیحی‌ها بتونن مسلمون بشن و از اونها لشکر سیاهی رو ایجاد کنه بر علیه اسرائیل، بر علیه آمریکا، بر علیه خرد و اندیشه درست در دنیا. و اعلام میکنه و وقتی که موفق شدید که اونها رو فریب بدید، او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم میسازید. چرا؟ چون تمام فضای وقتی توی کشور مسیحی اینها سرمایه گذاری میکنن و با پول سعی میکنن مسیحی ها رو مسلمون بکنن، یعنی تمام دریچه فکر اون شخص رو نسبت مسیحیت بستن و آنچه را که اسلام به ما میده چه چیزی هست در طول 1400 سال. هرگز اینجا نیستم که عزیزان اسلام رو محکوم کنم، اسلام محکوم شده. هرگز اینجا نیستم که مسلمانی رو که در ایران هست مورد مؤاخذه قرار بدم، هرگز. اما تو هم وطن عزیزم مورد مؤاخذه اسلام تو قرار گرفتی، مورد آزار و رنج و توهین و بی احترامی از طرف اسلام قرار گرفتیم ما هممون.
داریم میبینیم که دیگه نسل جدید نیز عزیزان کشش این رو ندارن، درک نمی کنن چرا گذشتگان ما به پیروی از باورهای اسلامی رفتن. عیسی مسیح نیز در برابر فریسیان که آخوندهای اون زمان بودن، هرچند بسیار افکار و تفکراتشون بهتر و عدالتشون بهتر از آخوندها بود، این گونه داره سخن میگه که این هوشیاری رو داره بهشون میده. امروز هم هموطن عزیزم که هنوز با تفکرات باورهای نظام اسلامی داری زندگی میکنی، در پوشش هر منصبی که هستی، هر نوع کارایی و خدمتی که توی اون نظام داری، فرصتی به تو داده شده تا توبه کنی، توبه کنی و به سمت مردم برگردی و مطمئن باش که روزگار خوبی رو هم کشور ما خواهد داشت، چرا که اجازه نخواهیم داد خونریزی بیشتر از این بشه و نیز خود تو هموطن عزیزم خواهی داشت. آیات اعلام میکنه وای بر شما ای رهنمایان کور، شما میگویید اگر کسی به معبد بزرگ سوگند بخورد چیزی نیست. منظور اون خانه خدا بودش که حقیقتا در اورشلیم اون خانه خانه خداست، اما اگر به طلاهای معبد بزرگ سوگند بخورند موظف است به سوگند خود وفا کنند. یعنی در اصل اینجا به طلا بیشتر اهمیت میدن تا به خود خدا. داره مسیح به فریسیان اینگونه میگه، مانند خود آخوندها که ما داریم میبینیم که به مرده ها بیشتر اهمیت میدن. امامزاده ها مردن، بلند میشن میرن عراق، میلیون ها دلار خرج برفرض مقبره به نام علی میکنن، میرن سوریه به نام زینب خرج میکنن. لذا در کشور ما بچه های کارتون نشین داریم، بچه های خیابون خواب داریم، زنان بی سرپرست داریم، مردمانی رو داریم که اسیرن نسبت به شرایط وضعی بد مالیشون، اما اینها این ثروت رو دارن جای دیگه ای خرج میکنن و مسیح نیز داره به اینا این گونه میگه. و این صحبت ها امروز برای من و تو هموطن عزیز ایرانی هست، کجا ایستادیم، کجا ایستادیم. اما اگر به طلاهای معبد بزرگ سوگند بخورن موظف است به سوگند خود وفا کند. اعلام میکنه میگه ای احمقان، اینجا کلمه احمق یعنی ای بی ایمانان، ای احمقان و ای کوران، کدام مهمتر هست، طلا یا معبد بزرگ که طلا را تقدیس میکند؟ شما میگویید هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد چیزی نیست، اما اگر به هدایایی که در قربانگاه قرار دادن سوگند بخورند موظف است که به آن عمل کند. یعنی ارجعیت رو به موقعیت‌های مالی میدن، مانند آنچه را که در نظام اسلامی هست. باز ادامه میده ای کوران کدام مهمتر است، هدایا یا قربانگاه که هدایا را تقدیس میکند؟ و همین گونه ادامه داره. عزیزان اگر مایل هستید میتوانید مراجعه کنید به انجیل متی باب 23 که عیسی مسیح با فریسیان و به اصطلاح ملایان اون زمان صحبت میکنه. هرگز نمیخوایم این آخوندها رو با اونها یکی حساب کنیم، هرگز هرگز، هرچند اونها هم ریا میکردن مسیح داره باشون صحبت میکنه. امروز شرایط این آخوندها بسیار بدتر هستش و از این رو تشویقتون میکنم هموطنان عزیز، در برابر نظام اسلامی باید بایستیم، چه به عنوان یک شخص مسیحی. لذا دارید میبینید عیسی مسیح در برابر فریسیان ایستاده، این فریسیانی هستن که به نوعی به زنجیره دولت روم وصل بودن، پس بنابراین عیسی مسیح در برابر دولت روم ایستاده، همون گونه که مارتین لوتر وقتی که اعتراض میکنه به کشیشا، به کشیشای اعتراض میکنه 500 سال پیش که اینها قسمتی از دولت بودن، دولت آلمان بودن، دولت روم بودن. پس تشویقتون میکنم عزیزان کلام خدا رو بخونیم، با هدایت کلام خداوند در برابر نظام اسلامی بیستیم. ما صحبت از این نمی کنیم که هموطنان عزیز دست به شورش بزنیم، دست به کشتار بزنیم. اگر کشتاری قرار هست بشه مسلماً ما نمی خواهیم در اون قسمت خودمون رو آلوده کشتاری کنیم، ما برای آبادانی هستیم، اما باید معترض باشیم، باید اعتراض بکنیم. اینجا عیسی مسیح هرگز به کسی سیلی نمیزنه، چوب تو دستش نگرفته تو سر فریسی ها بزنه، اما عیسی مسیح در برابر فریسیان کوتاه نیامده. نمیخوام قیاس کنم، همون گونه که خود من
کوتاه نمیام، در طور تمام خدمتی که داشتم در برابر نظام اسلامی اعتراض کردم، ایستادم، اونم با هدایت خداوند، و ایمان دارم خداوند به همین زودی یا به فیضش ایران رو آزاد خواهد کرد و ما در جایگاه خوبی قرار خواهیم گرفت. از شما عزیزان میخوام که در ایران هستید، بر دیوارهای مساجد، مراکز اسلامی بنویسید خدا محبت است. فیلم برداری کنید، میتونید برای شبکه یک بفرستید، میتونید برای شبکه امید جاودان نیز بذارید که در GLBS کانال 183 هستش. از اتاق فرما خواهش میکنم اون اطلاعاتی که لازم هست رو بفرستید برای ما. میتونید ایمیل کنید به امید جاودان TV که ما اونها را بتونیم استفاده کنیم. از اتاق فرما خواهش میکنم اگر کلیپی داریم در رابطه با این ظالم زادگان بریم ببینیم و برمیگردیم در خدمت شما هستیم. الان شده وزیر. اون کارش از جن گذشته، اون تو کار برنده، برند وزارت اطلاعات داره، یعنی یه چیزی قوی تر از جن برتر. این پسر عارف یه جن خوب گفت، شما هم دست گرفتی. ول کنید دیگه بابا، مملکت داره به سمت شایسته سالاری میره. به سمت شایسته سالاری میره یا نشاسته سالاری؟ این نمونه ها رو داشته باش. زهیر مطهری، برادرزاده علی مطهری که تو طویله مجلسه، میشه سرپرست اداره کل مطبوعات داخلی. تازه سال 92 هم که تازه فارغ التحصیل شده بود درجا شد دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات. مهدی وکیلی، بچه محمد علی وکیلی که اونم تو طویله مجلسه، میشه مدیر عامل شرکت آتی سبا. تازه پسر دهه 70ه. بابا با یه گل که بهار نمیشه. اولندش تا الان سه نمونه رو گفتم، پسر عارف، پسر وکیلی و برادرزاده مطهری. اما بذار یه چند تای دیگر هم بگم که واسه جا بیفته. مصطفی موسوی لاری، بچه وزیر کشور آخوند خاتمی که شده عضو موظف و رئیس هیئت مدیره شرکت سولیران. زینب سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، رئیس مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای بین المللی قاف که مال سپاه قدسه. البته ایشون هم دهه 70 تشریف دارن. یه چند تاشون هم شهردار شدن، مثلا بچه یارو بهمنی و بچه لاهوتی، و این دوتا هم که تو طویله مجلسن. بازم بگم یا کافیه؟ عجب داستانی داریم ما. اینا هم نردبون ترقی دارن، ما هم نردبون ترقی داریم. اما لامصب این همه اسامی رو از کجا آوردی؟ یه سرچ ژن خوب بزن تو توییتر، همش میاد. اصلا یه جدول میاد واسه همش رو ببینی. تازه من چند تاشون رو گفتم. حالا خوب اسم بچه بعضی از نماینده تو این نیست، ولی که فاجعه بود. نگران نباش، بچه های اونا هنوز به سن استخدام نرسیدن، فعلا دنبال فک و فامیلن. اما خدای جن خوب میخوای، جن آخوند کاشانی، همون که با مصدق بر افتاد. یه بچه پس انداخته سال به سال 28 مرداد میاد کارت میزنه، 4 تا فوش به مصدق میده و میره. یکی هم نیست اینو از برق بکشه. عجب دور زمونه شده. یه زمانی این بنده خدا سعدی گفت گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. یکی از آقازاده ها جواب داد ژن خوب. سعدی بنده خدا افسردگی گرفت. اما فکر کنم سعدی باید میپرسید گیرم پدر تو بود قاتل، چون اینا قاتلن نه فاضل. موافقم، این یکی راست گفتی. از میان رفت ظالم و مظلوم، عدل و ترتیب ماند و نظم و رسوم. هر که از عقل دست یار گرفت، در صف راستان قرار گرفت. توهی از ظلم و جهل میگردد، زندگانیش سهل میگردد. ظلم جهل است و جهل تاریک است، ره این فرقه سخت باریک است. بله، شرایطی که نظام اسلامی پیدا کرده شرایطی هستش که همه مردم میدونن اینا تو چه جایگاهی بدی هستن و چگونه به مردمان نیز ظلم و ستم میکنن، و عاقبت این نوع ثروت اندوزی عاقبت خوبی نخواهد بود. دیر یا زود باید جواب بدن. تازه ثروت اندوزی برای کسایی هم که در عدل و انصاف عمل کردن، شاهد هستش این دنیا که اونها نیز نتوانستن از اون کامل استفاده کنن. مگر انسان چقدر زندگی میکنه؟ بعد از اینکه فوت کرد
مسلما با خودش گنج و ثروتی رو نمیبره. از این رو کلام خداوند اعلام میکنه که ثروت خودت را جایی بیانداز که نه دوز بزنه، نه زنگ بزنه، نه بید بزنه، بلکه بتونه برای تو همیشگی باشه و اون اعمال نیکوی ما میتونه باشه. در کتاب در نامه یعقوب باب 5 رو نیز برای شما عزیزان میخونم، قسمتی از این آیات رو، باب 5 آیه 1 به بعد رو براتون میخونم که اعلام میکنه اختار، تیترش اینه اختار به ثروتمندا. در از اختار، نه ثروت چیز بدی نیست، اتفاقا کلام خداوند ما رو تشویق میکنه برای تلاش و برای اینکه ما ثروت داشته باشیم، اما ثروتی که درش هدف درستی نباشه، هدفمندی نباشه، در مسیر درست نباشه، اون ثروت میتونه آسیب بزنه. ثروتی که بر اساس ظلم و ستم، آنچرا که این آخوندها نیز به دست آوردن، آنچرا که این درست ظالم زادگان نیز به دست آوردن، نیز داره اون رو من میکنه، اعلام میکنه و شما ای ثروتمندان برای بلاهایی که بر سر شما می آید گریه و زاری کنید. این رو درست، این صحبت هست با همین ظالم زادگان، با همین آخوندها، با همین دولت، ما نظام اسلامی. ثروت شما تباه گشته و لباس‌های زیبایتان را بید خورده است. سیم و زر شما زنگ زده، یعنی در اصل اون قدرت رو دیگه نخواهد داشت. و داریم می‌بینیم که ثروت این آخوندها چگونه این روزا توی خطر هستش. و زنگ آنها مدرکی علیه شماست و مانند آتش بدن شما را خواهد سوزانید. شما حتی این روزهای آخر، همین روزهای آخر آخوندها، نظام دولت اسلامی، حتی تا این روزهای آخر هم به اندوختن ثروت مشغولید. و ما شاهد هستیم هنوز هم اینا در فکر و اندیشه هستن که پول بیشتری رو بچاپن و به نوعی از کشور خارج کنن و برن توی جایی راحت زندگی کنن. به هیچ وجه عزیزم، به هیچ وجه، هرگز چنین اتفاقی نمیفته. دیگه دیکتاتورها توی دنیا نمیتونن قایم شن، نمیتونن پنهان بشن. دنیایی که ما درش هستیم با دنیای گذشته فرق میکنه که یک دیکتاتور برفرض بره توی جزیره زندگی کنه و کسی متوجه نشه اون کجا هستش. مزد کارگرانی که مزارع شما را درو کردن، مردم ما، ملت ما که به شما اعتماد کردن، حرفای شما را گوش کردن و شما آنها را نپرداخته اید، یعنی حقوقشون رو، مزد حقشون رو، علیه شما فریاد میکنن و ناله دروگران به گوش خداوند متعال رسیده است. ناله و تمام فریاد ملت ما، اپوزیسیون دلسوزی که در برابر شما ایستاده، بر علیه شما ایستاده، زندانی های ما، این همه جوان هایی که کشته شدن، مردم ما که امروز آب ندارن، برق ندارن، از عدم مدیریت سالم در شما میبینیم که بی خودی سد زدید و توی سدهایی که زدید همه جا رو خوش کردید. سد میزنن برای آبادانی، شما سد زدید، تازه جایی هم که آباد بود رو خراب کردید. اعلام میکنه شما در روی شما روی زمین به عیش و نوش پرداختید، که این کار آخوندها کردن و ظالمزاده هاشون الان بیرون از کشور دارن این کارها رو میکنن. قصرهایی که توی ایران ساختن گویا کم بود، حالا بیرون از اونجا آمریکا، کانادا، اروپا نیز اینا مشغول ساختن قصرهاشون هستن. شما در روی زمین به عیش و نوش پرداختید و خود را برای روز ذبح پروار کردید، روزی که زمانش میشه که شما باید توی دادگاه ها محاکمه بشید و تمام آنچه را که انجام دادید امروز دلیلی هست بر علیه شما. و ادامه میده شخص عادل و نیک را محکوم کرده اید، این کار را انجام دادن. مردمانی که در خرمشهر، در آبادان، به خاطر نبودن آب سالم، به خاطر نبودن هوا، به خاطر بی‌نظمی در مدیریت شما، به خاطر ایجاد تبعیضی که ایجاد کردید در طول این 40 سال، اینها فقط اعتراض کردن. اینها افکارشون سیاسی نبود، دیدگاه های سیاسی نداشتن، ایدئولوژی سیاسی نداشتن. شما کشتید اینا رو، شما اینها رو محکوم کردید بدون اینکه اونها رو ببینید، اصلا اونها با اسلحه نیومدن، یعنی تحمل اینم نداشتید که اونها نسبت به بی‌خردی شما حتی اعتراض کنن. شخص عادل و نیک را محکوم کردید و در حالی که هیچ مقاومتی نمی کرد او را کشتید.
دقیقا این کلام خداوند امروز میبینیم چه مناسبت زیبایی برای کشور عزیز ما ایران هستش و برای شرایطی که در ایران ما متاسفانه داریم. سپاسگزار هستم از تک تک شما عزیزانی که لطف کردید، اجازه دادید تا این وقت من در خدمت شما عزیزان باشم. تشویقتون میکنم لطفاً با ما باشید در شبکه امید جاودان. اگر مایل هستید که این برنامه ادامه داشته باشه، خواهش میکنم این شبکه رو ساپورت کنید نظر مالی. اگر مایل هستید میتونید این برنامه ما رو ساپورت کنید، آنچه را که میدید تقدیم خواهم کرد به این شبکه. و اگر میل به این دارید که عزیزان به کلیسای بیایید نزدیک ما هستید، خوشحال میشیم که به کلیسای پرستمان مسیح 74-75 نیست فال بروک اونیا تشریف بیارید. هر یک شنبه ساعت 1 ما در خدمت شما خوبان هستیم. در انتها از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش تمام بینندگان این برنامه رو نسبت به هر نیاز و هر حاجتی و مصلحت‌های دلشون برکت بده و نام تو جلال یابد خداوند، به طور خاص در سرنگونی نظام اسلامی. و چون همه اینها رو در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. فیض خداوند عیسی مسیح با شما عزیزان باشد و بماند تا ابدالآباد. صدات میزنم نجاتم بده از تو این هم همه